ترور سرپرست پیشین فرماندهی گارنیزون میمنه با پسر خالش، کشته و زخمی شدن ده ها طالب در فاریاب. وضعیت کنونی اسارت روانی به قلم سید مقدوم رحیم. بدهی های میلیاردی و برشنا و احتمال قطع 77% برق افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. لحظات پیش تولو نیوز گزارش کرد عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، میگوید که سرپرست پیشین فرماندهی گارنیزون شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب با پسر خالش از سوی طالبان تیرباران شدند. این رویداد عصر روز دوشنبه در کوتل شیرینک ولسوالی المار این ولایت رخ داده است. همچنان وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات طالبان در فاریاب با 21 کشته و زخمی عقب زده شده است. با گزارش اسپاتنیک، قول اردوی 209 شاهین در یک خبرنامه گفته است که شب گذشته یک شنبه 7 ثور حراس افغانان طالب بر موقعیت نیروهای امنیتی و مرکز ولسوالی های خوجه سبزپوش و شیرین تگاب ولایت فاریاب حمله نمودند. بر اساس این خبرنامه، نیروهای مستقر در این ولسوالی ها در چارچوب حالت دفاع فعال حملات طالبان را با تلفات سنگین عقب زدند. این حمله ها ساعت 9 شب آغاز و پس از چند ساعت درگیری سرانجام یک گروه طالبان به نام آجی غلام علی، مشهور به ملاعکه، با 7 تن دیگر از اعضای این گروه کشته و 13 شورشی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع تاکید کرده است که این حمله طالبان با شکست مواجه شده. با این حال در این درگیری ها 4 تن از نیروهای امنیتی مجروح شدند. اسارت روانی، نوشته سید مخدوم رحیم. وقتی از خانه می برایم، در کوچه اولین چیزی که توجهم را جلب می کند کراچی فقیرانه جوانکی است که بران نوشته شده است چکن سوپ. باز پیشتر که می روم، لوحه نان فوری را می بینم که نوشته است فست فود. لوحه دیگری رستوران ها را می بینم که نوشته است تستی فود، یعنی غذای لذیذ. آن دیگر نام رستورانش را گذاشته 7 استار، یعنی 7 ستاره. لباس می خرم، مغازه‌دار می گوید بهترین استایل است، اگر نخواستی چنجش می کنم. به بانک ها می روم و رسید و سند و اصطلاحاتشان را می شنوم. فکر می کنم که در شیکاگو هستم. پس انداز را سوینگ می گویند و واریز کردن پول را دیپوزیت می گویند و همه اصطلاحات زیبای بانکداری خود ما مرده است. در تلویزیون ها نطاق ها به عوض تمرکز فوکس می گویند و آوازخوانان ممتاز ما که هیجانی می شوند به جای وای خدایا می گویند او مای گاد. کمیسیون انتخابات ورق نتایج را ریزل چیت می گوید. غافل از این که پترول یا نفت هم از معدن می آید. لوحه بزرگ شفاخانه ها را می بینیم که به خط درشت نوشته بلاسم، یعنی شگوفه. در شفاخانه دیگر دختر ایستاده پشت میز معلومات میگویند که نایت شفت، بخش شبانه کار میکنم. از تلویزیون طبیب ما به مریض میگوید که باید لایف استایل، یعنی شیوه زندگی خود را تغییر بدهی. در دانشگاه های خصوصی ما در لوحه کتاب ها می نویسند لایبرری. اعلان دواخانه های گیاهی را میبینی که نوشته از هربل میدیسن و نام شیرفروش را میبینی که نوشته است پیور ملک، یعنی شیر خالص. و مقام رسمی و مردم خود به انگلیسی پیام میدهد. در خانه هم یک خانم سالمند بیسواد که هفته دو بار برای پاککاری و لباسشویی میآید، وقت رفتنش از دور دست خود را سر بلند میکند، میگوید بای بای. مردم هستیم سخت در اسارت روانی و یا بیماری عقده حقارت، خود ناشناسی، ز خود شرمساری. ب
بدهی های میلیاردی و برشنا و احتمال قطع 77% برق افغانستان. برشنا روز شنبه 6 سور فهرستی از بدهکاران این شرکت را نشر کرد که در آن از 669 مشترک نام برده شده است. در این فهرست اداره های دولتی، شرکت های صنعتی و نام زورگویان دیده می شود که یا کارمند برحال دولتند و یا هم کارمند دولت بودند. انسان امروزی خواسته یا نخواسته به اندازه به انرژی برق وابسته است که بدون آن دوام زندگی ناممکن می باشد. بیشتر فعالیت های مهم روزمره به برق وابستند و بیشتر ابزارهایی که نقش رهبری شده و صورت آفرین را در زندگی ما دارد برای کار کردن به انرژی برق نیاز دارند. تصور کنید یک هفته نمی توانید از گوشی هوشمندتان استفاده کنید. تصور کنید دیگر نمی توانید به صفحه فیسبوک یا توییتر خود دسترسی داشته باشید. دیگر شبها ناچارید خانه هایتان را با نور شمع یا هریکین روشن کنید. پذیرفتن این که ما دیگر در خانه هایمان برق نداشته باشیم، آن هم در زمان قرنطین، برای ما ناممکن به نظر می رسد. اما به اساس هشدار شرکت برق رسانی افغانستان برشنا، 50% امکان دارد در روزهای آینده این اتفاق بیفتد و 80% افغانستان که کابل نیز جز آن است از انرژی برق بی بهره شود. شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا چند پیش بر رسانه ها گفت که اگر مشترکین این شرکت بدهی هایشان را پرداخت نکنند، در ماه پیش نیز به 80% افغانستان از برق محروم خواهند شد، زیرا 80% برق افغانستان وارداتی است و برشنا به دلیل بیپولی تنها توانسته است که 50% پول ماه مارچ برق خریداری شده از ازبکستان را بپردازد. این در حالی است که به اساس تفاهمنامه طرفین، برشنا باید پول خریداری برق را به گونه پیش پرداخت بپردازد. برشنا ماهانه 12.5 میلیون دلار دیگر را از ترکمنستان و نیز نزدیک به 15 میلیون دلار آمریکایی را از ایران و تاجیکستان انرژی برق می خرد. امان الله غالب رئیس برشنا به روزنامه صبح کابل می گوید ما 80% برق را وارداتی می خریم و از روزی که مشترکین این برق بدهیشان را ندادند، ما هم پول نداریم تا پیش برداخت ازبکستان را بدهیم. این در حالی است که شرکت برق رسانی افغانستان از سالهای سال بدین سو از شماری از مشترکین خود به دلیل نپرداختن بدهی هایشان به این شرکت شکایت داشته است. در موارد هم شماری از کارمندان شرکت برشنا که به دلیل نپرداختن بدهی از مشترکین به محل رفتند تا برق مشترک قطع کنند، با ضرب چاقو و یا گلوله کشته شدند. دولت در صدر بدهکاران شرکت برشنا. برشنا روز شنبه 6 سور فهرستی از بدهکاران این شرکت را نشر کرد که در آن از 669 مشترک نام برده شده است. در این فهرست اداره های دولتی، شرکت های صنعتی و نام های زورگویان دیده می شود. بدهکاران برشنا با صلاح دولت و دین. فهرست بدهکاران میلیونی برشنا، کارمندان عالی رتبه دولت، والی، نماینده مردم در پارلمان و در شورای ولایتی، جنرال امنیت ملی تا خطیب مسجد را در بر می گیرد. در کابل محمد نورخان فرزند اسدالله خان نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان 2,416,777 افغانی و برشنا بدهکار است. در هرات غلام نبی فرزند حاجی خواجه خطیب مسجد جامع 1,877,176 افغانی از برشنا بدهکار است. در قندهار حاجی سلطان محمد برمر ملکیت مربوط به نماینده پیشین مردم در پارلمان 1,551,000 افغانی بدهکار است. در ننگرهار عبدالظاهر فرزند حاجی قدیر نماینده پیشین در مجلس نمایندگان 4,299,091 افغانی به برشنا بدهکار است. در بلخ استاد عبدالوکیل فرزند حاجی حبیب‌الله نماینده شورای ولایتی بلخ 1,539,500 افغانی به برشنا بدهکار است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار، کامگار باشید.